ببینید یه عنوانی داریم به نام ژئوپلیتیک که مادر ژوگای موقع تحت عنوان استراتژیک هم بهش میگن، ولی ژئوپلیتیک یه اصطلاح مربوط به جغرافیای سیاسی میشه. این کلمه ژئوپلیتیک رو شما تو رسانه ها زیاد میشنوید، خصوصا تو زمینه موضوعات سیاسی و دارمش. اما اینکه ببینید که تعریف واحدی براش وجود داشته باشه، فعلا ما تعریف واحدی رو نداریم. حتی معنای لغوی ژئوپلیتیک هم میان متخصصان اختلاف نظر داریم. برخی معتقدند که ژئوپلیتیک از دو کلمه، یعنی ژئو که مخفف کلمه ژئوگرافی به معنای جغرافی است و پلیتیک به معنای سیاست ترکیب شده. پس این دو معنای جغرافیا و همچنین سیاست در کنار هم قرار بدیم، معادلش بشه سیاست جغرافیایی، که باز ما حتی معنای لغوی هم مورد قبول بسیاری از صاحب نظران نیستش. گفته که تعاریف مختلفی بیان شده. یکی از تعاریف هایی که آورده در رابطه با یکی از جغرافیدانان سیاسی رو داریم. یادتون باشه توی دانشگاه یکی از رشته های یا زیر مجموعه رشته جغرافی تحت عنوان جغرافیای سیاسی هستش. این درس دادم در ارتباط با همون شاخه به نام جغرافی سیاسی داره یه کلیاتی بیان میکنه. چه دیگه این فرد ایرانی بیان میکنه اینه، میگه ژئوپلیتیک شاخه ای از دانش جغرافیای سیاسی است که موضوع اون چیه؟ قدرته. اما این قدرت با دو تا عنصر ارتباط داره، یکی جغرافیا و دیگری سیاست. بعد رابطه این سه تا، یعنی قدرت، جغرافیا و سیاست، یه رابطه متقابل هستش. اگه نگاه کنید یه جدول ما اینجا داریمش، در واقع میگه ژئوپلیتیک سه تا عنصر داره: قدرت، سیاست، جغرافیا. میگه قدرت هم روی سیاست تأثیر میذاره، هم سیاست روی قدرت. قدرت هم روی محیط جغرافیایی تأثیر میذاره، محیط جغرافیایی هم روی قدرت تأثیر میذاره. محیط جغرافیایی هم بر سیاست تأثیر میذاره، سیاست هایی هم که گرفته میشه توسط زمامداران روی جغرافیا تأثیر میذاره. و ژئوپلیتیک در واقع باید بگیم دانشی است که دارای سه عنصر اصلی هستش: قدرت، سیاست، جغرافیا، که هر سه نسبت به همدیگه رابطه متقابل دارن. این میشه عناصر ژئوپلیتیک. حالا اومده در رابطه با ارتباط قدرت سیاست، قدرت و جغرافیا و قدرت و آره قدرت جغرافیا، قدرت سیاسی و سیاست جغرافیا رو اومده یه مطالب خیلی ساده تو کتابت بیان میکنه، ولی به ساده کامل توی دانشگاه تحت عنوان جغرافیای سیاسی دیم که توی ایران از جمله دانشگاه تهران تا مقطع دکترا توی ایران امکان تحصیل وجود داره. بیم یه کلمه به نام قدرت. جامعه شناسی سال قبلتون یه فصل جدیدی آورده که شما نخوندید در رابطه با نظام های سیاسی و اعمال نفوذ مباحث بیان می‌کنه.
به صورت کلی میگم که تو ذهنتون باشه. ببینه هر موجودی که دارای اراده و آگاهی باشه، میگیم که اون موجود دارای قدرته، چون انسان موجودی است که فعالیت‌هاشو بر اساس اراده و آگاهی انجام میده، میگیم انسان دارای قدرت هستش یا انسان موجودی قدرتمند میباشه. پس این مفهوم قدرت رو تو ذهنتون باشه، چون انسان فعالیتاشو بر اساس اراده و آگاهی انجام میده، بر این مبنا ما میگوییم که انسان موجودی قدرتمند هستش. حالا چطوری میتونه از این قدرت استفاده بکنه؟ فرد میاد برای رسیدن به اهداف مورد نظر خودش رو دیگران رو وادار میکنه که از دستورات اون فرد تبعیت بکنه. در این حالت است که به اون فرد میگیم دارای قدرت هستش. پس اگه فردی این توانایی نداشته باشه که دیگران رو تحت کنترل و سلطه خودش در بیاره، میگه اون فرد فاقد قدرت. پس اگه فردی افراد بیشتری زیر سلطه داشته باشه، میگیم دارای قدرت بیشتری است، و اگر افراد کمتری رو تحت سلطه خودش داشته باشه، میگیم قدرت کمتری داره. حالا یه سوال هست، افراد چگونه می توانند دیگران رو وادار بکنند به کارهایی که مد نظر اون فرده؟ میگه دو گونه هستش، یا طرف خودش راضی به انجام دادن اون کاره، یا اینکه وی رو تهدید میکنن و با زور اجبار وادارش میکنن این کارا رو انجام بده. پس اعمال نفوذ ما دو گونه هستش، یا طرف روی ترس انجام میده، یا اینکه فرد میاد از روی رضایت انجام میده. یه مثال ساده بزنیم توی مدرسه. به این وقتی که من میام به فرض میام که کوچولو پاشو بیا باید کار دارم، بلافاصله تای کلاس خنده و تلپ تلپ بلند میشه میاد و با رضایت میاد. اما عکس این فرض که آقای قنداقی میاد دم در میگه که اولادی پاشو بیا ببینم، از روی ترس بشار بلند میشه یا اه چی شده باز چی منو میخواد. پس ببین دو تا رفتار رو داریم، یه رفتار با اراده و رضایت انجام میده، یه رفتار هم چی بر اساس ترس و وحشت داریم. حالا با این مقدمه بیم تو این بحثی که به نام قدرت هست. میگه در لغت فرهنگ فارسی ما قدرت رو به معنای داشتن توانایی میگیم. قدرت به توان و استعداد انسان برای انجام دادن کاری که مطلوب اوست گفته میشه، همون چیزی که بهتون گفتم که دیگران تحت سلطه در میارن. تو زبان فارسی ما معادل کلمه قدرت، کلمه های تحت عنوان دستور، فرمان، حکم یا توانایی استفاده میکنیم.
بعد میگه تو مباحث اجتماعی سیاسی قدرت یعنی چی؟ یعنی کنترل دیگران یا نفوذ داشتن روی آنها یا سلطه و توانایی مجبور کردن دیگران به فرمانداری یاد بشه. پس قدرت مفهوم ساده، اگر فردی دیگران رو تحت کنترل و نفوذ خودش در بیاره که بتونه از اونها به اهداف مورد نظر خودش برسه، اینو بهش میگن چی؟ قدرت. برخی از دانشمندان معتقدن که این تمایلی که انسان داره که دیگران رو زیر سلطه خودشون در بیارن، قدرت طلبی داشته باشن، میگن جزء خصوصیات ذاتی بشره. یعنی بشر وقتی که متولد میشه این ویژگی تو درونش وجود داره. خب پس یادمون باشه که این اعمال قدرت میتونه توسط یک فرد انجام بشه، میتونه توسط یک حزب، یک گروه میتونه انجام شه برای اینکه به اهداف خودش برسه. خود قدرت هم انواعی داره. قدرت جسمانی داریم، قدرت علمی داریم، قدرت اقتصادی داریم، قدرت هنری داریم، قدرت سیاسی هم داریم. مثلا کوچولو ما قدرت جسمانی داره، امیرالرعایان مثلا قدرت علمی داره، مراده قدرت تجزیه تحلیل جنگ جهانی دوم رو داره. هر کسی به یک شکلی قدرت خود رو چکار میکنه؟ به دیگران تحمیل میکنه. یکی از لحاظ جسمانی دیگران رو زیر سلطه خودش در میاره، یکی از لحاظ علمی در میاره، یکی از لحاظ سیاسی. حالا از این مقدمه بگذاریم بیم تو مطالب اصلی کتاب. ببین نمیدونم توی فلسفه خوندی یا نه، یه تقسیم بندی که دانشمندان قدیم داشتن یا فیلسوفان، یه تقسیم بندی این تحت عنوان علم مدون بودش. علم مدرن یعنی علم اداره نحوه کشور، که ما امروز اون علم مدرن رو بهش میگیم سیاست. و سیاست میشه در تعریفش علم اداره کشور یا شیوه حکومتداری، ما میگیم چی؟ سیاست. حالا برای اداره یک کشور که میخواد با اهداف سیاسی خودش برسه، افرادی و مأموریت دارن که برای رسیدن به اون اهداف سیاسی در اداره کشور دست به فعالیت بزن. مثل کیا؟ سیاست مدارا، سازمان های بین المللی، نهادها، که ما این افرادی که کشور اداره میکنن اصطلاحا میگیم افراد یا گروه بازیگران سیاسی. مثلا در داخل کشور اگه نگاه کنه، احزاب سیاسی میشه بازیگران سیاسی، چون اینا به دنبال کسب قدرت هستن. نمایندگان مجلس همینطور. حالا بیایم تو صحنه جهانی. یادتون باشه قسمت هایی که توی جغرافیا توی جرب اصطلاح شکل های آبی رنگ آورده، مثل اینجا توی کنکور حساسیت زیادی بهش داره. میگه تو سطح جهان ما بازیگران سیاسی کیا هستن؟ وقتی این سطح جهان یعنی اون کسانی که کل جهان رو دارن اداره میکنن. یکیشون حکومت های مستقل هستن،
دو رهبران ایدئولوژیک، یعنی کسانی که اندیشه های جدیدی میارن، مثل توی آلمان تفکری به نام نهلیسم رو داریم که بنیانگذارش فردی به نام نیچه هستش، یا توی اتحاد جماهیر شوروی گذشته مکتبی وجود داشت تحت عنوان مارکسیسم که رهبر اون فردی به نام مارکس رو داریمش. سومین گروه، سومین به اصطلاح بازیگران سیاسی میشه احزاب سیاسی. چهارمیش میشن میشه سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی. مثل چی؟ مثل انجمن حقوق بشر رو داریمش، یا سازمان محیط زیست جهانی رو داریمش. یکی دیگه از بازیگران سیاسی تحت عنوان سازمان های بین المللی هست. مثل چی؟ مثل سازمان یونسکو، یا سازمان یونیسف، یا سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل متحد، مثل نام ببرید. یکم نهادهای اقتصادی تجاری بین المللی، در واقع همون شرکت های چند ملیتی و عنوان نمونه میتونیم بیانش کنیم. پس اینها میشن بازیگران سیاسی اصلی و عمده جهان. ببین، تمام کسانی که ما میگیم به عنوان بازیگران سیاسی هستن، چه میخواد توی یک کشور باشه، چه میخواد در سطح جهان باشه، این بازیگران سیاسی به دنبال یک سری اهداف خاص خودشون هست. پس برای اینکه به اون اهداف خاص خودشون برسن، نیاز دارن به قدرت. چرا که از طریق قدرته که این امکان برای فرد فراهم میکنه که دیگران رو به طرف خودش بکشونه، و اون افرادی هم که مایل نیستن در کنار اون فرد قرار بگیرن از صحنه سیاسی حذفش میکنن. به عنوان یه مثال بگیم که فردی که میخواد مقام ریاست جمهوری برسه، هدفش چیه؟ هدفش رسیدن به پست ریاست جمهوری است. پس برای رسیدن به پست ریاست جمهوری نیاز داره به چی؟ به قدرت. خب از طریق این قدرتی که به دست میاره، دو کارا انجام میده. یکی این که رقیبان خودش از صحنه سیاسی حذف میکنه، دومی که افرادی به طرف خودش میکشونه که توی انتخابات به اون فرد رأی بده. این پایین آمده مثالی زده که زیاد باش کاری نده، اما مفهوم بالایی داره. چه حکومت ها با استفاده قدرت می توانند در داخل یک کشور نظم و امنیت اجتماعی برقرار کنند، در خارج از کشور هم نیز می توانند به اهداف خودشون پیش ببرند، در عین حال هم می توانند عامل ناامنی و بی‌نظمی به اصطلاح جامعهشون بشن، و همچنین مانع رسیدن به اهدافش رو در خارج از کشور بشه. در واقع میخواد بگه که این قدرت مانند یک شمشیر دولبه است، یا باید که مانند یک چاقو هستش، بعد میگه من نحوه استفادهش. چاقو هم میتونیم برای وسیله تغذیه استفاده کنیم، هم برای وسیله کشتن. این مفهوم قدرت به این صورت بیان. حتی یادتون باشه افرادی که به دنبال کسب قدرت و خصوصا حزب به اصطلاح حفظ کردن قدرتشون هستن، ببینید از این ابزارها استفاده میکنن. دیگه توی این مرحله بحث بر سر این نیست که
کی درست میگه کی غلط میگه. چون بازیگران سیاسی قدرت در دست گرفتن و حاضر نیستن که درس از اون قدرت و موقعیت سیاسی اجتماعی بردارن، از این ابزارها در جهت عدم حرکت و قیام مردم استفاده میکنن. که اینجا روشه ابزارهای قدرت مانند چی؟ ارتش، پلیس، دستگاه قضایی، اطلاعاتی میتوانند به آزار مردم خود بپردازند و از قدرتشان برای حفظ بقا و سلطه خود استفاده کنند. مثل آلمانی که در واقع سازمانهایی مانند اس اس یا گشتاپو رو داشت، که تو آمریکا نیز سازمان تحت عنوان اف بی آی یا سازمان سی آر ما میبینیمش، یا توی انگلستان سازمان اینتلیجنس سرویس رو ما میبینیمش. خب حالا بعد از این بحث مقدماتی بیاییم رابطه. گفتیم که ژئوپلیتیک سه تا عنصر داره: قدرت، جغرافیا و سیاست. بخوایم ببینیم که این سه تا عنصر گفتیم با هم دیگه روابط متقابل دارن. قدرت روی جغرافیا تاثیر میذاره، جغرافیا هم روی قدرت. قدرت روی سیاست تاثیر میذاره، سیاست هم روی قدرت. جغرافیا روی سیاست تاثیر میذاره، سیاست هم روی قدرت، روی جغرافیا. حالا اینجا اومده میخواد رابطه متقابل قدرت و جغرافیا رو بررسی قرار بده، بگه که چه عواملی در جغرافیا وجود داره که میتونه روی قدرت تاثیر بذاره و همچنین قدرت چه عواملی داره که میتونه روی جغرافیا تاثیر بذاره. میگه عوامل و ارزمند رابطه جغرافیا با قدرت. ببین رابطه یک طرفه شو داره بررسی قرار میده، میخواد بگه که شرایط جغرافیایی چگونه روی قدرت تاثیر میذاره. یه صاحب نظران ژئوپلیتیک معتقدن عوامل چون موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، داشتن منابع زیرزمینی و جمعیت می توانند موجب قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی کشور شود، یا برعکس میتونه موجب تضعیف قدرت اون کشور بشه. به عنوان یه مثال بیانش بگویم، کشوری که دارای مرزهای آبی هست با کشوری که فاقد مرزهای آبی هست میزان قدرت سیاسیش متفاوت میشه. چه که کسی که دارای مرزهای آبی هستش، یعنی با به دلیل دسترسی به آبهای آزاد جهان با کل جهان میتونه رابطه اقتصادی داشته باشه. پس کشوری که فاقد مرزهای آبی باشه مسلما نمیتونه با کمترین هزینه از طریق آبهای آزاد جهان با کشورهای دنیا تو زمینه اقتصادی به تبادل کالا و خدمات بپردازه. این منظورش اینه. یا مثلا جمعیت نگاه بکنید، انتهای کتاب رو مفسر داریمش. به این عنوان مثال، مثلا کشوری به نام امارات توی منطقه علاوه درآمدی بعد از عربستان رتبه دوم داره. خب بزرگترین مشکلی که امارات داره اینکه جمعیتش تقریبا 3 میلیون نفر بیشتر نیستش. لذا در منطقه امارات رو به عنوان یک قدرت سیاسی که بتونه نقش اساسی بازی بکنه تو منطقه روش حساب باز داره. این نکته‌ای که بیان میکنه که حالا انتها دونه دونه بازش بکنیم که چیا هستش. خب
گفته که ما میخوایم رابطه جغرافیا رو با قدرت بررسی بکنیم، ببینیم که عواملی که توی جغرافیا وجود داره چه تأثیری بر قدرت میذاره. سه تا نظریه رو اینجا آمده بیان کرده، یکی نظریه فضای حیاتیه، یکی نظریه خشکی ها رو داریم، یکی نظریه دریاها رو داریم. بیم یکی یکی بررسی کنیم که چیه. ببینید سه تا نظریه حواستون جمع باشه، ما هم توی امتحان باش داریم که حتما از این سه نظریه یه دونه از این نظریه سوال خواهیم داشت. توی کنکورم تکیه عجیبی روی سه نظریه دارم. خب نظریه فضای حیاتی رو کی بیان میکنه؟ راتزل بیان میکنه که راتزل در واقع پدر علم جغرافیای سیاسی است. خب راتزل میگه چی؟ میگه کشورهای کوچک، یا اگر کشورهای کوچک برای جمعیت خود فضای کافی نداشته باشن، مثل امارات که ما میبینیم که مجبوره که توی دریاها رو تبدیل به خشکی بکنه، میگن یک کشورهای کوچک برای جمعیت خود فضای کافی نداشته باشد و در صدد توسعه قلمرو سرزمین خودشون بر نیان محکوم به نابودی. پس کشورهایی که اگه برای جمعیتشون سرزمین های جدیدی رو تصرف کنند به حیات خودشون ادامه میده و اگر این کار انجام ندن محکوم بر نابودی شد داری میشه. ببینیم به چه صورتی میتونیم بیان کنیم. خب ما میدیم کشورها، هر کشوری اطرافش کشورهای دیگه قرار داره. اگر کشورهایی که در اطراف اون کشور قرار داره ضعیف باشن، اون کشور میتونه توی کشورهای ضعیف تأثیر بذاره، از جمله میتونه با حمله که انجام میده قسمتی از کشورهای اطراف خودش رو به تصرف در بیاره. حالا عکس این جریان چیه؟ اگه کشوری در کنار چند کشور قدرتمند قرار بگیره، کشورهای قدرتمند هستن که روی اون کشور کوچک تأثیر میذارن و این تأثیر امکان داره که توی یه مقطعی حمله بکنه و سرزمین اون کشور رو تصرف بکنه. نمونه شما توی جنگ جهانی دوم رو داریم. آلمان برای اینکه فضای مناسبی برای جمعیتش داشته باشه به کشورهای همسایه ضعیف مانند اتریش و چکسلواکی حمله میکنه و خاک این سرزمین و زمینه کشور خودش میکنه. پس فضای حیاتی تو ذهنتون باش، اگر کشور کوچکی نتونه برای جمعیت خودش فضای ایجاد بکنه و فضاش هم از طریق تصرف سرزمین های اطرافش هستش، اگر این کار انجام نده محکوم به نابودی. یاره توی کتاب تو اومده چند تا مثال بیان کرد، میگه حمله نظامی آمریکا به عراق همون نظریه فضای حیاتی است، نظریه حمله آمریکا به عراق باز همین رو ما داریم، یا حمله عراق به ایران همین رو داریم، یا حمله عراق به کویت همون مسئله فضای حیاتی است که آخرین نمونه این تئوری ما حمله عربستان و به یمن رو میتونیم بیانش بکنیم. خب این میشه فضای حیاتی. پس کشور کوچیک اگر نتونه
برای جمعیت خودش فکری بکنه و سرزمین های اطراف و تصرف نتونه بکنه، محکوم به نابود. حالا بیایم دومین نظریه. نظریه دوم مال کیه؟ مکیندر هستش. عنوان نظریه چیه؟ قدرت خشکی و مادنش. مکیندر چی میگه؟ میگه که وقتی کره زمین رو نگاه میکنیم، ما میدونیم 6 قاره رو داریم، که یه قاره قطب جنوبی که اصلا سرتاسرش یخبندانه که هیچ. قاره رو ما به خشکی های بزرگ میگیم. یه دونم قاره رو داریم که اقیانوسی هست که به صورت جزیره مانند در کنار یه قرار گرفته مانند استرالیا رو داریمش. یه دونه دیگه هم داریم که به نام قاره آمریکا رو داریم که توسط قرار سوئز به 2 تیکه شمالی و جنوبی تقسیم به صورت جزیره رو داریمش. اما قاره آسیا، قاره اروپا و قاره اروپا آفریقا، پرست قاره آسیا، اروپا، آفریقا، اینها به همدیگه وصل هستند. پس بخش عمده خشکی های جهان چکار میکنن؟ شامل میشه. میگه که این بخش عظیمی از خشکی ها که شامل قاره آسیا، اروپا و آفریقا هست، اینو بهش میگیم جزیره جهانی. حالا میگه تو این جزیره جهانی یه کانون مرکزی وجود داره که اون مرکز بهش میگه قلب خشکی جهان. میگه این قلب خشکی جهان یا اون مرکز خشکی های جهان مکانی هست که هیچ قدرت دریایی امکانی نداره که بتونه بر اونجا تسلط پیدا کنه. پس اگر کسی یا کشوری بر اون کانون مرکزی یا قلب خشکی جهان تسلط داشته باشه، در واقع بر کل جهان مسلط. حالا اون قلب خشکی جهان رو کجا میگه این ستا قاره رو؟ میگه تو شرق اروپا هستش. شرق اروپا میشه چی؟ کشورهای مانند شوروی ما داریمش. یه کسی که بر این نواحی مسلط باشه، چون بر کل جزیره جهانی مسلط هست، در واقع بر قاره های دیگر هم مانند اقیانوس و قاره آمریکا هم تسلط داره. این هم میشه دومین نظریه که در واقع نظریه دومه که ما میبینیم که آلمان برای اینکه نواحی شرق اروپا رو تصرف بکنه و از اونجا بر جهان کل جهان تسلط داشته باشه، متاسفانه عامل شکل‌گیری 2 جنگ در قرن 20 میشه که تحت عنوان جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم میتونه ازش نام ببره. پس بعد از نظریه فضای حیاتی، قدرت خشکی، نظریه قدرت دریایی مطرح میشه. توسط کی بیان میشه؟ آلفرد ماهان. آلفرد ماهان میگه که کشوری که از لحاظ شکلش به صورت یک جزیره هستش، یعنی عامل میگیره و توان دریایی قوی داشته باشه، اون کشور میتونه بر کل جهان سلطه داشته باشه. حالا میگه که یک کشور اگر میخواد بر جهان و بر خشکی ها تسلط داشته باشه،
یک سری ویژگی هایی باید داشته باشه. در کل یادتون باشه تو این نظریه میگه کشوری که فاقد مرز دریایی هست هرگز نمیتونه جهان رو زیر سلطه خودش در بیاره. ببین چی میگه؟ بی یک کشور و اگه تبدیل به یک قدرت دریایی بشه یک سری ویژگیهایی داره. نوشه یک، موقعیت جغرافیایی. موقعیت جغرافیایی یعنی چی؟ یعنی در کنار یک یا چند دریا و اقیانوس قرار گرفته باشه و همچنین این توانایی داشته باشه که بر راه‌های آبی کنترل داشته باشه. نمونهش ایران رو داریم. ما تنگه داریم تحت عنوان تنگه هرمز، ایران در جنوب با دریای عمان و خلیج فارس ارتباط داره و یکی از شاهرگ‌های حیات نفتی جهان در واقع تنگه هرمزه که این عنصر و موقعیت جغرافیایی رو میتونه یکی از شرایط قدرت دریایی ایران مطرحش کنه. دومی نشه خط مش سیاسی و حکومت. یعنی چی؟ یعنی حکومت ها بفهمن که داشتن قدرت دریایی چه مزایایی برای قدرت یک کشور داره. پس وقتی که فهمید قدرت دریایی در جهت حفظ منافع و سلطه خودش بر جهان استفاده میکنه. سوم شده وضع طبیعی سواحل. وقتی میگه وضع طبیعی سواحل، درسته که یک کشور یکی از عوامشی در کنار آبها و دریاها قرار داشته باشه، اما سواحل این دریا باید طوری باشه که امکان ساخت بندر ما داشته باشه. اگر عمق این سواحل کم باشه چون نمیتونیم بندر بسازیم، بس هیچ کشتی نمیتونه به سواحل اون کشور رفت آمد بکنه. یکی دیگه از عواملی که بیان میکنه روشه فرهنگ دریا نوردی. یعنی این که مردم اون کشور بفهمند که یکی از راه‌های گسترش تجارت یک کشور از طریق دریا هستش. چهارم و پنجمی عامل رو نوشته تعداد جمعیت. ببینید اگه ما میخوایم یه قدرت دریایی قوی داشته باشیم، پس نیاز داریم به نیروی نظامی دریایی. پس اگه جمعیت کمتری داشته باشیم، چگونه ما میتونیم نیروی نظامی دریایی رو تعمیم کنیم؟ نمونهش قطر رو داریم، امارات رو داریم. قطر هم تعداد 3 میلیون نفر جمعیت داریم. اگه امارات نگاه کنید، کشتی‌های جنگی زیادی رو می‌خره. برای خود این کشور نگاه کنید، اگه 3 میلیون در نظر بگیریم، 1.5 میلیون نفرش میشه جمعیت چی؟ جمعیت جنس مؤنث میشه که این هست. از اون مذکرم که بگیری، یه تعداد از اینها کودک و نوجوان هستن، یه تعداد از اون جنس مذکرم جز افراد مسن جامعه هست. مثلا یک کنیم در نظر بگیم لاغه 1 میلیونش هست میشه و اون 500,000 نفر هم که باقی میمونه، اونا هم همه شو کار نظامی انجام نمیدن که. یه سری از اینها چی هست؟ مغازه دارن، تو مغازه ها کار میکنن، یه سری دارن تو کارخونه ها کار میکنن، بس امنا دیگه نیرویه قابل قبولی نداره که بتونن نیروی دریایی آچکار کنن، نیروی انسانی دریایی تعمیم کنن. این تعداد جمعیت منظورش اینه. یکم گسترش سواحل رو داریم بشه. خب یه کشوری مثل فرض کنید که انگلستان دور تا دورش آب فرا گرفته مانند یک جزیره هست، خب این خیلی بهتر از کشوری مانند ایران قرار داره
که ما فقط از طریق جنوب به آبهای آزاد جهان راه داریم. پس سه نظریه تو ذهنتون داشته باشید. یک، اینی که من بیانش میکنم چون خیلی مهمه. یکی فضای حیاتی، میگه اگر کشور کوچکی فکری برای فضای زندگی جمعیتش نکنه، به این صورت که باید سرزمین های اطراف رو تصرف کنه، اگر این کار رو نتونه انجام بده محکوم به نابودیه. دو، نظریه قدرت خشکی، میگه که سه تا قاره رو داریم به هم دیگه وصل هستن، پس یه خشکی بزرگی به وجود میاره. یه نقطه از این خشکی بزرگ مرکز اصلی قدرت به شمار میره، یعنی شرق اروپا. اگه کسی بر شرق اروپا مسلط باشه، بر کل جهان تسلط داره. سومین نظر قدرت دریایی است، میگه که اگر ملتی و کشوری قدرت دریایی قوی داشته باشه، با توجه به شرایطی که بیانش کردیم، این توانایی داره که جهان رو زیر سلطه خودش در بیاره. حالا اومده یه اشاره در رابطه با ایران و قدرت دریایی بیان میکنه. ایرانی که هم از شمال به دریای خزر ارتباط داره، هم از طریق جنوب به خلیج فارس و دریای عمان، از طریق دریای عمان به اقیانوس هند ارتباط داره. پس این میتونه ایران رو تبدیل به یک قدرت دریایی حداقل در منطقه بکنه، که کشورهای مانند عراق فاقد این قدرت دریایی است. بشه کشور ایران هم از سمت شمال هم از سمت جنوب به دریا دسترسی داره. ایران در سواحل جنوب تقریبا 2000 کیلومتر مرز دریایی داره، که این مرز دریایی ما دو بخش تقسیم میشه. یک بخشش از مصب اروندرود، یعنی ای اروندرود یادتون باشه، گفته که از رودخانه به نام کارون میاد لب مرز عراق، رودخانه به نام شطر عرب اونم میاد به مرز ایران. این دوتا با هم دیگه ادغام میشن، رودخانه ای تشکیل میدن که به نام رودخانه اروندرود معروفه، که رودخانه اروندرود وارد خلیج فارس میشه. اون نقطه ای که آب اروندرود وارد خلیج فارس میشه تا تنگه هرمز، که ما اصطلاحا میگیم خلیج فارس، یه بخش مرز دریایی داریمش، از تنگه هرمز تا انتهای مرز خشکیمون، یعنی خلیج گوارد، که اصطلاحا میگیم دریای عمان یا دریای مکنان، بخش دوم دریای ما رو تشکیل میده، که این دریای عمان یا مکنان ادامه به اصطلاح وصل میشه به اقیانوس هند، و در واقع دریای عمان تنها دریای آزاد ایران محسوب میشه. یا خلیج فارس هم باز اگه میخواد به آبهای آزاد جهان راه پیدا کنه، از طریق دریای عمان امکان پذیر. خب پس وقتی که ما یه همچین خط مرزی دریایی داریم، پس میتونیم تبدیل به یک قدرت دریایی بشیم. ما در اینجا بحث شکل میر تحت عنوان نیروی دریایی راهبردی. نیروی دریایی راهبردی در واقع نیرویی که این توانایی داره که آبهایی که نزدیک
مرز خشکی اون کشور قرار داره کنترل بکنه و مانع نفوذ کشورهای دیگه بشه و همچنین منافع ملی خودش رو تو منطقه آبهای داخلی و آبهای سرزمینی حفظ بکنه، که کتاب تو تعریف ارائه داده بشه به نیروی گفته می شود که قادر است در محدوده آبهای عمیق اقیانوسی عملیاتی انجام دهد به گونه ای که به تمام خود تهدیدهای روی آب زیر آب و هوا حفظ کند، محدودیتی نیست برای اجراش و قادر به حفاظت از منافع ملی کشور در منطقه دریایی باشد. و با توجه به این وضعیت که نیروی دریایی ما از زمان پهلوی رو داریمش، اما نه به عنوان نیروی دریایی کار بوده که در دوره پهلوی نیروی دریایی ما در خدمت نیروی دریایی آمریکا قرار داشتش، نه به عنوان نیروی دریایی مستقر که از منافع ایران حمایت بکنه. لذا در سال 1388 رو داریم که به دستور فرمانده کل قوا نیروی دریایی اون ماهیتش و سیستمش تبدیل میشه به چی؟ یه نیروی دریایی راهبردی، نیروی دریایی که از آبهای داخلی و آبهای سرزمینی ایران حفظ بکنه و اجازه نده که بیگانگان از این آبهای ایران استفاده بکنن و منافع ایران به خطر بندازن. این هم میشه این مطلبی که داره میشه. یه نکته هم که اینجا داریم که تو سال قبل هم خوندیم، ما دو تا بندر مهم داریم، یکی بندر جاسکو داریم، یکی بندر اقیانوس چابهار، که هر دو بندر تو کجا قرار داره؟ تو دریای عمان قرار داره. اهمیتش چیه؟ این دو تا بندر در مکانی واقع شدن که عمق دریا زیاده، پس کشتی های با حجم زیاد میتونن در کنار این دو بندر توقف بکنن. به اضافه اینکه ما از طریق این دو بندر راحت میتونیم از یک طرف با کشورهای دنیا ارتباط داشته باشیم، از طرف دیگه میتونیم پل ارتباطی میان کشورها یه جهان و کشورهای آسیای میانه قرار بگیریم. یعنی کشورهای جهان کالاهای خودشون رو بیارن تو بندر جاسک یا بندر چابهار کالاهاشون خب تخلیه بکنن و ما از اونجا به وسیله حمل و نقل ریلی این کالاها رو منتقل کنیم به کشورهای شمال ایران مانند ترکمنستان، آذربایجان و غیره. بچه دیگه وقت نداریم، 3 دقیقه 2 دقیقه بیشتر نمونه. اگه سوالی داری بگی من بهتون بگم در رابطه با این مبحث، اگه هم که سوالی نداری که خسته نباشی. بازم میگم نگاه کنی 3 تا درس رو، اگه سوالی رو تو درسی و من ندادم فردا حتما بگید تاریخ جغرافی جامعه، که درسی که سوال ندادم من تهیه کنم بهتون بگم. مراد این فرق فقط تو هستی ها؟ بقیه اول یه حضوری میزنن بعد میرن یه نگاه به ساعت میکنم میگن 12 شده بود ببینید یه حاضری بزنیم. خوی آقای امین رو رایا میزونه یا نه؟ همه رو زمینه که داری در سال میخونی سعی کن تستاشم نم نم، حالی که وقت که نیستش که ولش اشوالا بعد از خوردت میگیم که چی کار باید بکنیم برای کن. خب بچه ها خسته نباشید، روز خوبی داشته باشید.